سلام بچه ها، خوبین شما؟ امروز 16 آوریل 2020 و امروز هم ما قصد داریم که آب گوشت درست کنیم. آب گوشتی که اسمش هست آب گوشت داشپیمان. آره بچه ها، این آب گوشت خیلی خوشمزه است. آب گوشتیه که به روش سنتی ساخته میشه. البته شما مزه این آب گوشت رو شما نمیتونید مزه بکنید، چون که این آب گوشت از راه دور برای شما فقط ویدیوش ارسال میشه، شما میتونید اینو ببینید. و خدمت شما عرض بکنم که ما گوشتایی که گرفته بودیم و تو فریزر نگه داشته بودیم، الان هم این گوشتا به همراه لوبیاها و نخودها در فریزر یخچال یخ زدند. آره بچه ها، خدمت شما عرض بکنم که ما قصد داریم که از دوباره اقدام بکنیم. و خب بچه ها، این گوشتیو که ما گرفته بودیم و از فریزر در آوردیم و این گوشت الان کاملا منجمد شده. نگاه کنید، کاملا منجمد، سفت سفت شده. اینو اگر بزنید تو کله یک نفر، کله اون نفر میشکنه. اگر یک نفر اینو بیاد همینطوری گاز بزنه، مثل که آهنو داره گاز میزنه. فهمیدید بچه ها؟ این حتما باید بپزه. و این نخودها و لوبیاها، این نخودها و لوبیاها باید، اینا هم باید پخته بشن. اینا هر کدومشون الان به همدیگه چسبیدن، مثل سنگ شدن. اگر کسی اینا رو بخواد گاز بزنه که میشه، باید بره دندون پزشکی. و الان هم دندون پزشکی ها همه تعطیل هم بچه ها. خب بچه ها، خدمت شما عرض کنم که ما الان باید مثل دفعه قبل اقدام بکنیم به پیاز خرد کردن. بچه ها، ما از دوباره داریم اقدام میکنیم. پیاز رو ما اون دفعه پیاز به حالت قرمز بود، ولی این پیازی که ما گرفتیم پیاز تقریبا چرنگی بهش میگن، رنگ بگید چرنگیه. شما بگید که این پیاز چرنگیه. این پیاز تقریبا رنگ به رنگ قهوه‌ای و چیه و زرد و همه رنگ های طبیعت بسیار زیبا هستند، رنگ های طبیعت. و این سیب زمینی، سیب زمینی، خیلی سیب زمینی. ببینید رنگ های طبیعت رنگ های بسیار زیبایی هستند، رنگ های بسیار شاد. ببین طبیعت چه میکنه. طبیعت. خب بچه ها، ما الان داریم این پیاز رو با اجازه شما داریم میبریم. این یه دونه قاچ، ببین وقتی بهش میگیشیم یک ثانیه برده میشه، ولی ببینید این چاقو، ببینید این یکی، این یکی وقتی که ما میخواییم ببریم خیلی باید زحمت بکشیم. اینجوری ولی بازم این، ولی خوبه بازم.
الان این چون الان اینو ما اینطوری میکنیم، اینطوری میکنیم، گرفتی یاد گرفتی بچه ها، اینطوری میکنیم. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که اینو اینطوری میکنیم و اینطوری میکنیم و اینی میذاریم توی بخش پیازهای رزرو شده و یک پیاز دیگه رو ما، البته این پیاز ببینید چطوریه بچه ها، خب حالا این پیاز رو ما میگیریم اینطوری میبریم و اینو هم میاییم اینطوری میبریم و از دوباره یه دونه میبریم پوستش رو و خدمت شما عرض بکنم که این پوستش رو همراه اون پوست اولیش میگیریم میکنیم که پوست اولش خیلی نازکه، خیلی بد در میاد بچه ها، گرفتی؟ خب این هم ما مثل همون میگیریم اینطوری یک و دو میگیریم اینا رو میداریم، این هم میتونیم تو بخش رزرو. خب بچه ها الان موقع سیره، سیر رو ما قشنگ هر کدوم از این چیزها رو میگیریم چه میکنیم؟ پوستشونو، پوست نازکشونو باید ما بکنیم. پس ما چه میکنیم؟ اینطوری میاییم اینطوری 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 و برای آب گوش خیلی لازمه. آره اینم سیب دوم، من که دارم حرف نمیزدم ببخشید بچه ها، چون مشغول سیر کندن هستم، دارم پایین پوسته سیر دارم کلنجار میرم که اینا رو در بیارم و الان بگردم دنبال اون بقیه سیرا، بقیه سیرا. او بچه ها کجا رفتم بچه ها؟ او اینجا هستم، ببینید داشت من نگاه میکردم، من یاد نمیبینم. خب اینا رو اینطوری میکنیم و اینا رو قشنگ اینطوری در میاریمشون. سه تا چهار تا میزنید که این قشنگ مزه سیر بگیره، چون که من از سیر خیلی خوشم میاد بچه ها. پیازم خیلی دوست دارم بچه ها، پیاز اصلا چیز قد چاشنی غذایی، پیاز هر کی نخوره مزه غذا رو نمیتونی قشنگ درک بکنی، پیازی که بهش درکیت بهش میده. خب
بچه ها این چیزایی که ما خرد کردیم و قشنگ اینجا داریم، ما این پیاز هم داریم و این چهار تا سیر هم اینجا هستن که ما اینا رو بندازیم توی دیگ که قشنگ برن توی عملیات پختن. خب بچه ها، من الان زردچوبه و با فلفل و من زدم روی این وسایل آب گوش که اینا قشنگ مزه بگیرن. الان نباید نمک رو ریخت، اون دفعه من فراموش کرده بودم بچه ها که لیمو ترش و من لیمو خشک و من بریزم تو اینجا تو این غذا، به خاطر همین این دفعه من میریزم. خب بچه ها، این لیموی امانی رو ما آوردیم الان اینجا نوشته مرکز پخش مواد غذایی نمازی تریدینگ www.namazi.nl، شاید NL مال نیوزلنده، شاید بعد نمیشه info@namazi.nl. بعد اینجا هم این چیزاش مثلا آلمانی نیستن، dried lemon black، اینجا نمیشه کیترو، نمیدونم چی نمیشه، به چند تا زبون نمیشه. بعد اینجا میشه این آلمانی لیمون تروکن شوارتز، لیم امانی سیاه، اینجا هم نوشته بومی بصره. بعد این کدش هم حتما مال نیوزلنده. بچه ها نیا کنید الان اینجا نوشته اولی هشته، اینجا هم هفته، مال ایران 6-2-0، مال آلمان 4-0-4-0 آره بچه ها، مال فرانسه که از 3 شروع میشه، آره مال فرانسه از 3 شروع میشه، آره اینو دقت کنید بچه ها، این بارکود خیلی خوبه، این بارکود خوبه که این که شما بدونید این بارکود چیزیه که نشون میده که این مال کدوم کشور هست. آره بچه ها، بعد اینجا نوشته که اینجا هم بازم به زبون آلمانی که من برای شما میخونم، نمیشه میندستنز هالت بار بیس بس آن بیس، اینجا که انگلیسی نوشته هالت بار بیس ارست سینتر سانسیش سوای اون سانسیش. بعدن خدمت شما عرض بکنم که اینجا خیلی ریز نوشته اینجا، آره بچه خوب، سلام بچه ها، خوبی شما؟ یه مشکلی برای دوربین من پیش اومده بود، من نتونستم فیلم برداری بکنم، ببخشید. الان من اون اطلاعاتو من انتقال دادم به تبلتم، الان ببینید این قشنگ پخته شده. من سیب زمینی و با این چی میگم بهش لیموار من ریختم توی این قشنگ، الان مزه لیمو رو میتونی بوی لیمو رو میتونی درک بکنی، میتونی استشمام بکنی، خیلی خوبه. فقط خدمت شما عرض بکنم که این کم کم داره مزه گوشت میزنه بیرون. آره بچه ها، گمی داره مزه گوش میزنه بیرون. الان بچه ها، الان وقتی که من گوجه ها رو خرد کنم، این گوجه های خشکه من اینجوری میگیرم میبرم، قشنگ اون هید گوجه بره توش، شدن اون مایات گوجه برن توش.
آره بچه ها اینا رو نگاه میکنی بچه ها گوجه های خوشگلی هستن. خب بچه ها الان ما این گوجه ها رو ما توی این آب گوش اضافه میکنیم. برو تو دیگه، برو تو، برو، نه نمیخوام، بره، برو تو، برو، برو تو، نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. او شت، نمیخواست بره، کسکش نمیخواست بره. بالاخره این گوجه ها رو انداختیم توش. این گوجه ها نمیخواستن برن بچه ها، نمیخواستن برن. گفت که ما نمیخواییم بریم تو این جای داغ. گفتم باید بری، باید بری تو شکم بنده. رفت